داستان پادشاه و کنیزک رو می‌خواندیم و شرح می‌کردیم. به اونجا رسیدیم که پادشاه از وقتی که دید طبیبان از درمان کردن کنیزک عاجزند، مسجد دوید و در اونجا دعا و تضرع رو آغاز کرد و در خواب رفت و در خواب به او نمودند که یک طبیب الهی از راه خواهد رسید و بیمار تو رو درمان خواهد کرد. فردا پادشاه در ایوان نشسته بود که اون حکیم الهی از راه رسید و پادشاه او رو شناخت و دانست که همان حکیم است که به او وعده کرده اند. یک دیگر رو در آغوش گرفتند و مثل اینکه دوستان 10 ساله و 20 ساله باشند. هر دو بحری آشنا آموخته، هر دو جان دوختن بردوخته. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. گفت اون حادثه سبب شد که من تو رو پیدا کنم. و من نوبت پیش خدمت عزیزان عرض کردم که به گمان من مهمترین نکته این داستان همین معناست که حوادثی رخ می‌دهد که معنای آن حوادث و غایات آن حوادث بر ما معلوم نیست. به گونه دیگری آنها را معنی می‌کنیم و انتظاراتی داریم، اما ناگهان در پیچ و خم حوادث سر از جای دیگری در می‌آورند و نتیجه دیگری از آنها حاصل می شود. در اینجا پادشاه که نماد هرچه باشد به هر حال عاشق کنیزک می شود تا نهایتاً او رو راهنمایی کنند که به خدمت ولی از اولیاء خداوند درآید و او رو بشناسد. خب مولانا در اینجا اشاره می کند که پادشاه در عین اینکه مقام سلطنت داشت اما نهایت حرمت رو به میهمان نهاد و از او تجلیل و احترام کرد. او رو به خانه درآورد، به کاخ درآورد و حتی به او گفت که من خادم تو هم. ای مرا تو مصطفی، من چون عمر از برای خدمتت بسته کمر. همانطور که عمر که یکی از صحابیان بود در خدمت رسول الله بود، این شخص هم خود رو در خدمت اون حکیم الهی از راه رسیده نهاد. سخن به اینجا که رسید مولانا انحرافی از بحث حاصل میکنه و از جاده اصلی داستان بیرون میره و سخنانی رو در باب ادب میگوید. پادشاهی که ادب نهاد و رعایت ادب کرد در حضور این میهمان الهی. از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم شد از لطف رب. بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. مائده از آسمان در می رسید، بی صدا و بی فروخ و بی خرید. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کوسی را عدس. منقطع شد نان و خوان آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. بقیه ابیات هم تا قطعه بعدی درباره همین مسئله ادب است و داستان عیسی رو به دنبال او می آورد که حواریون یا امت عیسی از او چیزی خواستند و اونگاه به اون قناعت نکردند و اون رزق آسمانیشون قطع شد چون ادب مقام رو نگاه نداشتن. نوبت پیشین اشاره مختصری در باب ادب کردم و وعده دادم که در این باب سخن بیشتری بگوییم. معنای ظاهری و اولیه ادب بر همه ما معلوم است و پاره از لغت شناسان عرب هم گفتند که در اصل این کلمه از معدبه می آید. معدبه که مثل مادبه نوشته می شود. معدبه یعنی بنکوت، یعنی سفره بزرگ، یعنی ضیافت. و آداب غذا خوردن از همون معدبه می آید.
یعنی در اصل بحث بر سر آداب یک کاری و یک رسمی بوده است و از اونجا معنای ادب گسترش پیدا کرد که هر مقامی ادبی دارد. این تعبیر هر مقامی ادبی دارد یکی از تعابیر خیلی پرمغز و پرمایه است. بعضی ها حتی معتقدند که علم اخلاق یعنی علم آداب و علم آداب یعنی اینکه آدم آدمی ادب هر مقام رو بداند. فالمثل وقتی که شما در اجتماع هستید یک جور لباس می پوشید، این ادب اون مقام است. وقتی که در خلوتید و تنها هستید لباس سبکتری می پوشید، این ادب اون مقام است. وقتی در کلاسید پای سخن معلم نشستید، آرام می نشینید، ساکت می نشینید و چرتتون نمی بره، این ادب اون مقام است. اما اگر که در جای دیگری باشید و اینا، ادب همچنین هر مقامی ادبی دارد. وقتی در حضور خداوندید ادبی دارد. ببینید این ادب دیگه در اینجا معناش این نیست که دست و پاتون رو جمع کنید یا دو زانو بنشینید. در حضور خداوند بودن یک ادبی دارد یا آدابی دارد که باید اون رو دانست. در حضور دوست، در جنگ یک آدابی دارد، صلح یک آدابی دارد. مثلا از قدیم میگفتن الحرب خدعه، یعنی جنگ خدعه کاری است. خدعه بخشی از جنگیدن است، خدعه عدم صلح نیست. یعنی شما در روز روشن در بازار با دوستانتون اگر خدعه بکنید کار ناروا و ناپسندی کردید. اما جنگ یک، همطور که میکشید دشمنتون رو همونطور هم سر دشمنتون کلا میگذارید، همینطور هم حقیقت رو بر او وارونه نشون میدید و چنین و چنان. لذا اون میشه ادب جنگ. در مورد خداوند هم همینطور ادبی وجود دارد. نوبت گذشته اشاره کردم که داستان ابراهیم ادهم و اینکه یکی از امیران ابراهیم که قبلا در ارتش او بود ظاهرا، او پیش یعنی با ابراهیم ادهم برخورد کرد و دید که خب پادشاهی رو که رها کرده و نشسته و دلق خودش رو سوزن میزند، ملک هفت اقلیم که را کرده رها میزند بر دلق سوزن چون گدا، و با خودش در فکر بود، گفت که این یه وقتی سلطان بود، بیا و بروی داشت، خدم و حشمی داشت، الان به چه ذلتی و افتقاری و گدایی خودش رو انداخته. شیخ واقف گشت از اندیشهش، شیخ چون شیر است و دلها بیشهش. ابراهیم ادهم فهمید که در دل او چه می گذرد. و اینجاست که مولانا میگه دل نگه دارید ای بی حاصلان، در حضور حضرت صاحب دلان. نزد اهل دل ادب بر باطن است، که نهانشان بر سرائر فاطن است. نزد اهل تن ادب بر ظاهر است، که خدا زیشان نهان را ساتر است. در نزد اهل دل که میرید لازم نیست حالا حتما لباستون اتو کشیده باشه یا چنین و چنان بنشینید، اونی که مهمه دلتون باید مؤدب باشد. در اونجا هر خیال ناروا و باطلی رو به دل نباید راه بدید، باطنتون باید تمیز و نظیف باشه. نزد اهل تن البته ادب بر ظاهر است، چون اونها باطن رو نمیبینن. و بعد میگوید که تو به عکسی پیش کوران بهر جاه، با حضور آیین نشینی جایگاه. نزد بینایان کنی ترک ادب، نار شهوت را از آن گشتی حطب. میگوید که چه معنا داره انسان پیش یک کوری بره و مرتب بنشینه، اون اصلا نمیبینه و تو این چنینی. در حقیقت نزد کوران که از باطن بینی کوران میروی و به حسب ظاهر مؤدب و محترم می نشین. خب این معنای ادب است اجمالاً، که ادب ظاهر داریم، ادب باطن داریم. ادب ظاهر ادب مقام است، بر حسب اینکه شما در بازارید، در جنگید، در مدرسه اید، در شغلتون هستید، در مهمانی هستید و کجا، هر کدوم یه آدابی داره و این آداب هم متغیر است به تغییر فرهنگ ها البته. و پاره از اخلاقیات آدمیان هم همین ادب مقام است. و
از اون طرف ادب باطن داریم که اون فقط در مقابل بینایان صورت میگیره، در مقابل اولیاء خداوند که باطن آدمی رو میبینند و آدمی ممکن است که شرمنده شود. به قول شیخ بهایی در اون منظومه خیلی خوبی که داره میگه مستی ز علایق جسمانی رسوا شده ای یا نمیدانی. این رسوا شدن، رسوا شدن نزد بینایان است، نزد باطن بینان است، ولی نزد ظاهر بینان آدم میتونه خیلی خودش رو هم زیبا و آراسته جلوه بدهد و تو دل برو به اصطلاح. اما رسوا شده ای یا نمیدانی در مقام دیگری است. این معنای ادب. اما اشاره کردم نوبت پیش و حالا هم میخوام بیشتر درباره سخن بگویم، کسی چون مولانا و چون حافظ و پاره دیگر از عرفا دایره ادب رو وسیع تر گرفتن و خلاصه سخنشون این است که در مقابل خداوند هم باید ادب نشان داد و پاره از حقایق رو نباید گفت، چون اگه حقیقتا همینطوری دارم عرض میکنم پاره از حقایق رو به زبان نباید آورد چون ترک ادب است، چون خلاف ادب است. حالا براتون مثال میزنم. آخرین آیه سوره بقره این است که ربنا لا تکلف نا ما لا طاقت لنا به، خدایا تکلیف فوق طاقت مکن، به ما تکلیفی مده که بیش از طاقت ماست. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، به ما طاقت بیش از طاقتمون چیزی تحمیل مکن، همون که تکلیف فوق طاقت نامیده می شود. خب تکلیف فوق طاقت در اجتماعات انسانی و اساساً مطابق عقل عرفی کار قبیحیست، کار نادرستیست. شما به یک کسی که پاش شکسته بگویید که بدو، نمیتونه بدود، بعد به سبب اینکه فرمان شما را اطاعت نکرده او رو مجازات هم بکنه، این میشه تکلیف فوق طاقت. کسی که پولی تو جیبش نیست به او بگویید خرج کن، انفاق کن، او نمیتونه انفاق کنه و خرج کنه، به خاطر اینکه نمیتواند بکند مجازاتش کنه، این میشه تکلیف فوق طاقت. و که همه عقلا معتقدن که این قبیحه. اما وقتی که ما میگیم همه عقلا معتقدن قبیحه، واقعا همه عقلا معتقد نیستن. 90% مسلمان ها این عقیده رو ندارن. 90% از مسلمین که پیروان مکتب کلامی اشعری هستن معتقدن که تکلیف فوق طاقت هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. تکلیف فوق طاقت رو معتزله در میان آوردن، گفتن منافات با عدل الهی دارد، این عادلانه نیست که از من کاری رو بخواهن که من قدرت بر انجامش رو ندارم، اونگاه به خاطر انجام ندادن مرا تنبیه کنن. گفتن عادلانه نیست. اشاعره میگفتن این نزد آدمیان عادلانه نیست، ولی اگر خداوند چنین بکند هیچ اشکالی نداره. مثال های فراوان میزدن، من نمیخوام ذهن شما رو مشوش کنم، اینجا ما درس کلام نمیدیم، ولی این رو عرض میکنم. فخر رازی که یکی از اشاعره بسیار گردن کلفت و درجه اول است، ایشون در تفسیر همین آیه را تا هم نلان مالا تا قتلنا به صریحاً نوشته است که ما معتقدیم که خداوند تکلیف فوق طاقت می کند، اما از روی ادب اون رو به خدا نسبت نمی دهیم. کلمه ادب رو اینجا شما توجه کنید که در چه معنا و کانتکستی داره به کار میره. چون بده به اصطلاح ظاهری و عرفی که آدم به خدا بگه توی کاری داری میکنی که همه او رو بد میدونن. بعدم اشاره میکنه میگه بنابراین معنی این آیه یه چیز دیگه باید باشه، ولو این که به عقل من نمیرسه. اما هرچه هست این معنا مسلم است که خداوند تکلیف فوق طاقت میکنه. خب این یه نکته. در جای دیگری همین فخر رازی، فخر رازی آدم کوچکی نیست،
درجه اول است، یعنی کمتر کسی در میان متکلمان مسلمان به پای او میرسه. فوق العاده است، یکی از قله های بزرگ تفکر دینی و کلامی است. در جای دیگری مرتبه نازله از ادب رو مطرح میکنه، میگوید که ما خداوند رو به نام رحیم، کریم، سمیع، بصیر میخوانیم و امثال اینا. خداوند 99 اسم داره یا 199 اسم داره، همه اسم های زیبا لطیف، ولی الله الاسماء الحسنا فدعوه بها. در قرآن هم هست خداوند نام های زیبا دارد، او رو به اون نام ها بخوانید. بعد فخر رازی در آیات دیگری است میگه خب ما میتونیم بگیم ای خدایی که خالق قورباغه‌ای، خالق کرم کدو هستی، خالق میکروب ها و ویروس ها، رو میکروب ویروس ها رو من میگم، دروغ هم نیست، غلط هم نیست، اما ادباً این رو نمیگیم، قشنگ نیست. وقتی که با خدا داریم صحبت بکنیم بگیم که وزق و نمیدونم کرم و مارمولک و اینا رو آفریدی، خب این همه چیزهای بهتری هست، اما اگر هم بگیم غلط نگفتیم، دروغ نگفتیم، اما قدری نامؤدبان است. خب قدری نامؤدبان است، لذا ادب رو میبینید که در یه دایره دیگری میآورد که حتی در سخن گفتن با خداوند هم باید ادب عرفی رو رعایت کرد، همطور که ما با یکدیگر از این جور سخنان نمیگوییم. به همین دلیل هم هست که بعضی از مفسرین و متکلمین از قدیم معتقد بودن اسماء الله توقیفیه، یعنی اسمهای خدا اسمهای معینی است، ما از خودمون حق نداریم برای خداوند نام بتراشیم، نامی بگذاریم. میتونیم بگیم چیزهایی که دروغ هم نباشه، همین مثل این که بگیم ای خدایی که خالق مارمولکی، عیبی نداره، اما ما حق نداریم. خدا رو باید به نامهای زیبا خواند، ولله الاسماء الحسنا، خدا نامهای زیبا دارد، فدعوه بها، با اون نامها خدا رو بخوانید. و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، رها کنید کسانی که نامهای ناروا و منحرف برای خداوند میگذارند. البته اینجا هم رأی ها مختلفه، مرحوم آقای طباطبایی در تفسیر المیزان معتقدن نه هیچ اشکالی نداره ما اسم های دیگری هم که عقلا رواست برای خداوند بسازیم و او رو به اون نام ها بخوانیم. خب فیلسوفان نام خدا رو علت العلل نهاده اند، واجب الوجود نهاده اند، اینا اسم های بدی هم نیست، یعنی مثل اون اسم های زشتی نیست که یاد کردن. با همه این احوال بنده خودم احتیاط میکنم، در دعا هیچ وقت نمیگم ای علت العلل، ای واجب الوجود. بالاخره همین اسم هایی که از طریق پیشوایان دین آمده و خداوند رو به اون نام های زیبا خوندن، فکر میکنم اسم هم کم نداریم. حالا ما بیایم خودمونم چند تا اسم تازه اختراع بکنیم که معلوم نیست که مورد قبول پیشوای شریعت هم باشه. خب هنوز تتمه و بقیتی باقی است و اون شعری که نوبت پیشم از حافظ خواندم که گناه اگرچه نبود اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو گناه من است. اینجا ادب ببینید که یه بعد تازه پیدا میکنه، یه در واقع اختیاری در کار نیست. جای دیگه هم حافظ میگه رضا به داده بده و از جبین گره بگوشا، که بر من و تو در اختیار نکشاد است. ولی چه گویمت که به میخانه دوش، مست و خراب سروش عالم غیبم، چه مجده ها داد است. که ای بلند نظر شاه باز ستر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آباد است. تو راز کنگره عرش میزند سفیر، ندانمت که در این خاکدان چه افتاد است. رضا به داده بده و از جبین گره بگشا، که بر من و تو در اختیار نکشاد است. حسد چه میبری ای سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. همه چیز خدا داده، اختیاری هم در کار نیست و هوس روزی ننهاده هم نباید کرد. از همون حرفای حافظ دیگه که بشنو این نکته که خود راز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. چیزی که رزقت نیست اگر طلب کنی و اگر حسرت اون رو بخوری، فقط خون خواهی خورد.
یکی از چیزایی که رزق ما نیست از نظر حافظ اختیار است. به ما اختیار ندادن. خب حالا اختیار که ندادن، گناهی که ما میکنیم، پس ما گناه نمیکنیم. ما گناهکار نیستیم. این گناه مختارانه نیست. البته طاعت هم مختارانه نیست. اما اگر طاعتمون رو به خدا نسبت بدیم، بگیم که خداوند توفیق طاعت به من داد، این رو قبول داریم و به کار میبریم. حالا میرسیم به بحث توفیق هم میرسیم. اما اگر بگیم خداوند منو موفق به گناه کرد، ما این رو هیچ وقت به کار نمیبریم. ولی از نظر کسی چون حافظ دقیقا این هم مثل همون میمونه. یعنی همونی که توفیق طاعت میده، توفیق گناه هم میده. همونی که اختیار شما رو در مقام طاعت کردن سلب میکنه، در مقام گناه کردن هم سلب میکنه. ولی حافظ میگه تو در مقام ادب باش و گو گناه من است. با وصف اینکه میدونی و یقین داری که این گناه رو خدا بر دست تو جاری کرده و تو در این میان اختیاری نداشتی، بازم مؤدبانه، خاضعانه، مثل بچه خیلی آدم این گستاخی نکن و نگو که خداوند خدا کرده، بگو من کردم خدایا، بگو من کردم. این گناه رو تو به گردن بگیر. مولانا هم البته قبل از حافظ این نکته رو گفته، و این نکته البته فقط مال این دو بزرگ نیست، من فقط ابیات مولانا رو از همین دفتر اول میخوانم. ابتدا درباره نامها سخنی میگوید و بله اینکه نام چیست. حالا ظاهرا من این ابیات رو اینجا به درستی پیدا نمی کنم، وقت شما رو هم نمی گیرم. خلاصه مطلب این است که آدم و شیطان دو کار مختلف کردن. وقتی که خداوند هر دو رو راند، شیطان با خداوند وقتی که بحث کرد گفت رب به ما اقویتنی، خدایا چون تو مرا اقوا کردی، فعل رو نسبت به خداوند داد، گفت رب به ما اغویتنی لعزینن لهم فی الارض یا لاحتنکن ذریته الا قلیلا، چون مرا اقوا کردی و به گناه افکندی، من هم انتقام از فرزندان آدم خواهم گرفت، ولاحتنکن ذریته الا قلیلا، یک لجامی به گردن فرزندان آدم خواهند افکند، یا لعقوینهم اجمعین، منم میرم فرزندان آدم رو اغوا میکنم، به گناه میافکنن، الا عبادک منهم المخلصین، مگر مخلصین رو. مولانا میگه این مخاطبه و این مواجهه شیطان با خداوند بود. اما آدم چی گفت؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما بر خود ستم کردیم، گناه رو خودش به گردن گرفت. مولانا میگوید که خداوند بعد از اینکه آدم توبه کرد و در مقام توبه این کلمات رو به زبان آورد، به آدم گفت که مگه تو نمیدونستی که من کردم، من چنین پیش آوردم تا چنین گناهی از تو صادر بشه. گفت بله خدای منم میدونستم، همطور که شیطان میدونست، همطور که هر عاقلی میدونه. گفت ترسیدم ادب نگذاشتم، گفت من هم پاس آنت داشتم. گفت خدای من از تو میترسیدم که اونجوری حرف بزنم، میگم تو منو به گناه افکندی. خدا هم گفت منم پاداش همین ادب رو به تو دادم و تو رو برگزیدم، ثم اجتباه ربه و گناهت رو بخشیدم. اما شیطان گناهش بخشیده نشد و تا روز قیامت در مقام شیطنت خواهد بود و بعد هم لابد میره و در صدر جهنم می نشیند. خب این ادب در مقابل خداوند، یک حقیقتی رو نگفتن. شما می دونید گناه تقصیر شما نیست، اما به عهده می گیرید. فخر رازی میگه ما می دونیم خدا تکلیف فوق طاقت می کنه، تحمیل می کنه، زور می گه،
و بعد از اینکه زور گفت و ما نتونستیم فرمانش رو عملی کنیم، ما رو مجازات هم میکنه، میگه با همه احوال ما اینو به زبان نمیاریم و نمیگیم. خب این ادب دیگه یه معنای ویژه‌ای در اینجا پیدا کرده، خیلی هم به اصطلاح آنتروپومورفیک شده، یعنی مواجهه با خدایی است که خیلی انسانواره. ببینید در مقابل آدمیان همونی که ما بهش میگیم تعارف، این همون ادب دیگه، ادبی که اسمش تعارف شده. خب ما تعارف میکنیم دیگه، مثلا حتی دروغ هم میگیم، یه کسی یه جوریه ما میگیم که نه، مثلا میگه من امروز مثلا این موامو خوب اصلاح کردم، میگیم آره خیلی عالی، حالا میدونیم داریم دروغ میگیم. یا مثلا فرض کنید اون غذای ما امروز خوشمزه شد، میگه عالی، فوق العاده شما در، حالا تو دلمون هم داریم یه چیز دیگه میگیم. ادب رو نگه میداریم، تعارف میکنیم با خدا. هم بعد اینجوری کرد، خدا هم از ما اینو میخواد، اولا که حقیقت رو خودش میدونه، این فقط به زبان خلاف واقع گفتن، ما میدونیم گناه در واقع تقصیر او بوده، ولی ما به عهده بگیریم بگیم تو بد نکردی، ما بد کردیم. در مقام سخن گفتن توفیق کارهای نیک رو از خدا بدونیم، اما توفیق کارهای بد رو از خدا ندانیم. خب در همین بیتی که خوندم، از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. سه تا مفهوم خیلی فربه و چاق و چله وجود داره، یکی مفهوم ادب، یکی توفیق، یکی لطف. و من ان شاء الله هر این سه تا رو بعد توضیح بدم، هم موافق مرام مولانا و هم موافق مرام عارفان و متفکرانمون. ببینید وقتی که ما مثلا از هم جدا میشیم یا یکدیگر رو دعا میکنیم، ان شاء الله موفق باشیم. موفق باشی یعنی چی؟ یعنی موفق به کارهای نیک باشید، منظورم اینه دیگه، نه اینکه موفق به کارهای بد، یعنی برین آدم بکشید، مثلا یه دزدی بکنید، یه دزدی موفقیت آمیزی که نه گیر بیفتید و خیلی هم به هر حال به انبان کاه نزنید به خب ببین اونم موفقیته، یه دزدی که بره و اینطوری دزدی کنه خب موفقه، ولی ما این توفیق رو از خدا نمیخوایم. اما مولانا حافظ معتقد اینم توفیق الهی، اینم توفیق، اما به زبان نمیاریم، نمیگیم، چون خلاف ادب است. توجه میکنید؟ لذا میگیم از خدا خواهیم توفیق ادب، چون ادب چیز خوبیه، نه توفیق گناه. در حالی که معنای توفیق اصلا همینه، یعنی وسائل رو جور کردن، حالا توضیح بیشتری خواهم داد. لذا اینکه ما به یکی میگه موفق باشی، به فارسی ترجمه میکنیم کامیاب باشی، اون نتیجه توفیق است. یعنی وقتی که توفیق آدمی داشت اونگاه کامیاب خواهد بود. ترجمه کامیاب برای موفق خوب نیست. ترجمه یعنی موفق یعنی کسی که در مورد او قرانهای میمون صورت گرفته، یعنی تقارناتی و در هم افتادن و پیوند خوردن مؤلفه هایی که مجموعاً او رو به نتیجه و مقصد میرساند، این میشه توفیق. و این توفیق رو ما از خدا میدونیم، اما فقط در کارهای نیک به او نسبت میدیم، نه در کارهای بد. من اینجا میخوام این نکته رو خدمت شما عرض کنم، مولانا بزرگ است، حافظ هم بزرگن، اما این معنای از ادب در حضور خداوند، یعنی قائل به عدم اختیار بودن، و همونطور که در حضور پادشاهان ما ادب نگه می‌داریم، در حضور خداوند ادب نگه داریم، این بسیار معنای نامطلوب و ناپسندی است، غیر قابل قبول است. چه معنا دارد که ما حقیقتی رو بدانیم و این حقیقت رو در مقابل خداوند به زبان نیاوریم، به سبب اینکه اون رو خلاف ادب می‌دانیم. اتفاقا ادب نزد خداوند، ادب نزد کسی که باطن بین است، یعنی میدونه فکر من چجوریه. فخر رازی وقتی که به خداوند میگفت که من نمیگم تو زور میگی، ولی تو دلش میگفت چرا تو زور میگی؟ بله، خب این چجور ادب نگه داشتنی است؟ یه بار این قصه رو براتون نقل کردم، مرحوم آقای جعفری برای فارغ التحصیلان دبیرستان سخنرانی میکرد و داشت بر اونا میگفت که من میدونم در دل دبیران و استادان شما نسبت به شما چه میگذرد،
بعد گفت یه قصه براتون بگم. قصه این است که یه آقایی نوکر خودشو فرستاد نزد یک آقای دیگری که او رو دعوت کنه به منزل. نوکر رفت و دعوت کرده، اون آقا هم عذر خواست و نتونست بیاد. نوکر آمد به آقای خودش گفت که ایشان عذر خواستند و نتونستن بیان. گفت بسیار. فردا همین خادم نوکر رفته بود بازار که چیزی بخره، اون آقا رو دید، اون آقایی که دعوت شده بود و نیامده بود. اون آقا پرسید، گفت شما گفتی به اربابت که من نمیتونم بیام؟ گفت بله. گفت ایشون چی گفتن؟ گفت گفتن به جهنم که نمیتونم بیام. این خیلی ناراحت شد، از همونجا را افتاد رفت منزل اون آقا و اعتراض کنان که شما چرا چنین چیزی گفتی؟ گفت ولی من نگفتم. نوکرش رو صدا زد، گفت جعفر بی اینجا ببینم، تو من گفتم اومدی گفتی من چیزی گفتم؟ گفت نه آقا هیچی نگفتم. گفت پس برای چی رفته؟ گفت آقا من میدونم شما تو دلت گفتی. حالا وقتی که نزد خداوند ما داریم حرف میزنیم که میدونم ما تو دلمون چی میگیم. حالا آقای فخر رازی در مقابل خداوند بگه که خدای من میگم که تو زور نمیگی، حتی به شاگرداش هم بگه خدا زور نمیگم، تو دلش میدونه. و اینجا در کتابش هم این چه جور ادب نگه داشتن است؟ مگه آقای مولانا شما خودتون یاد ما ندادی که نزد اهل دل ادب بر باطن است، به خدا زیشان که نهانشان بر سرائر فاطن است، مگه نگفتی؟ لذا اون چی که در دل ما میگذره ادب واقعی است نزد بینایان. اگر در دل من میگذرد که حقیقتا این گناه تقصیر من نیست، بعد من به زبان بگم تقصیر منه، این چه جور شرط ادب نهادنی است؟ اگر در دل من میگذرد، اگر فلسفه من، کلام من به من میگوید که خداوند زور میگه، تحمیل و تکلیف فوق طاقت میکنه، ولی به زبان این رو نیاورم، اما هم تو کتابم بنویسم، هم تو ذهنم باشه، هم استدلال براش داشته باشم، هم به شاگردانم اینو درس بدم، این چه جور ادب نهادنی است؟ این از اون حرفایی است که به هر حال نمیشه به راحتی پذیرفت. بنده نتوانستم هضم کنم حقیقتا این جور ادب ظاهری دروغین نهادن در مقابل خداوندی که عالم سر و شهادت است و نهان و آشکار ما رو میداند و درون رو بیشتر نگاه میکنه تا بیرون رو، همونطور که در قصه موسی و شبان داریم. این حقیقتا به نظر من یکی از اشتباهات بزرگ مولاناست و این اشتباه در حقیقت از یه نوع آنتروپومورفیزمی سرچشمه میگیره که گاهی دامن این بزرگان رو میگیره. من مطمئنم که وقتی که مولوی در اوج تجربه های عرفانی و تفکرات فلسفی خودش بود، قطعا خداوند رو بی صورت میدانست، چنان که بارها تصریح کرده هیچ شکلی و صورتی من جمله صورت انسانی برای او قائل نبود و اوصافی که برای او میکرد خب فراتر از این درک های عامیانه بود که آدمیان دارند. اما چه باید کرد که گاهی هم به هر حال نزول میکردند و از عرش به فرش میمدن و همون اندیشه های پیشین گریبانشون رو میگرفت و وارد سخن میشد. بگذاریم از این که خب اصلا این هم این قصه هم که خدا گفت به آدم که تو که میدونستی خودت نکردی، از این قصه هم از قصه های ساختگیست و احتمالا هم ساخته خود مولاناست، چون اون بزرگوار هیچ تضمینی نمیداد که هر داستانی که میگوید داستانی باشه که ریشه در واقعیت داشته باشه، یک سند نقلی معتبر داشته باشه. نه، این چنین نبود، بسیاری رو هم خودش میساخت. البته در این کار خلافی صورت نمیداد، برای اینکه خب اساسا اونایی که قصه رو دیگر رو هم میساختن اونا هم ملتزم به واقعیت نبودن و میخواستن معنای رو القا کنن در جامعه یک داستان. باری اما اینکه مولوی در باب جبر و اختیار نظرش چیه که حالا وقت دیگری باید انشالله به او بپردازیم که یک داستان بسیار مفصل است. مولانا هم در باب جبر و اختیار یک حرف نداره، باز هم افت و خیز و نشیب و فراز داره، گاهی واقعا در یک اوجی سیر میکنه که
وقتی نگاه میکنید کلاه از سرتون میفته، حیرت آور است. و بیشتر اون اندیشه های نقض و باری که او در باب جبر و اختیار تو دفتر پنجم مثنوی است و دفتر پنجم شاید بهترین دفتر مثنوی باشه. مرحوم علامه طباطبایی دفتر پنجم مثنوی رو بهترین و پرنقصترین دفتر میدانست. حالا از قضا این دفتر شامل رکیکترین داستانهای مثنوی هم هست، ولی اون جهات رو، یعنی اون خارها رو کنار بذاریم، گلهای بسیاری در اون دفتر است. یکیش هم همین مسئله جبر و اختیار است. این که خیلی صاف و پوسکنده ما بگیم که گناه مال خدا بود و آدم گفتش که بله من میدونستم ولی ترسیدم، ادب نگذاشتم، ترک ادب نکردم، گفت من هم پاس آنت داشتم. به علاوه مسئله ترس از خداوند، آیا این ترسیدن در اینجا اساساً معنا و مورد داره؟ از چه بترسیم ما؟ مگه اگر به فرض گناه ما مال ما نیست و مال خداست، چرا بترسیم که داریم یه واقعیت رو بیان میکنیم؟ مگه هیچگاه در هیچ جایی در شرع، در احکام فقهی آمده است که با خداوند حقیقت رو گفتن گناه هست؟ مثلا چه گناهی است که ما از انجام اون گناه بترسیم؟ بعدم ترس از خداوند دوباره شبیه ترسی نیست که ما از یه حیوان درنده داریم، شبیه ترسی نیست که ما از یک پادشاه جبار داریم، یک زورگوی قلدر داریم. هیچ کدوم اینا نیست که مثلا یه زورگوی بگه چرا آبروی ما رو پیش دیگری بردی و چرا به هر حال اعتبار من رو اینجا رعایت نکردی. این حرفا نیست. اونجاها ممکنه شما بترسید که یه قلدری یخ شما رو بگیره که جلو دیگران اقلا با ما محترمانه سخن بگویه. اصلا هیچ کدوم اینها به ساحت ربوبی نمیخوره و سازگار نیست و 100% یه خدای پادشاه منش قلدر معاب ببخشید چیز نفهمی رو نشان میدهد که از همه چیز بیشتر فقط میخواد که ظاهرن اعتبار او رو حفظ کنن و در مقابل او سخن درشتی یا تندی نگویند. این پذیرفتنی نیست. اما اینکه جبر و اختیار رو باید چگونه دید و چجوری باید معنی کرد، انشاءالله در همین دفتر اول میرسیم که به هر حال یکی از مفاهیم کلیدی و اصلی مثنوی است و از همه بالاتر یکی از مهمترین مسائلی است که گرش به تعبیر خود مولانا به دست عارفان باز میشه، نه به دست فیلسوفان. برای اینکه به اصطلاح امروز یک مسئله اگزیستانسیل، یک مسئله وجودیه، یک مسئله فکری نیست فقط. شما در نسبت با دیگری، که این دیگری خدا باشه، این دیگری رئیس شما باشه، دیگری پادشاه باشه، در این نسبت وجودی با دیگری است که احساس میکنید که شما آزادید یا دربندید. و اونجاست که پای تجربه های واقعی، تجربه های زیسته به میان میاد. هزاری شما بنشینید و فکر کنید که افعالی که ما انجام میدیم مثلا از یک مجاری علی و معلولی خاصی عبور میکند و آیا در پایان اراده برای ما میماند نمیماند، آیا اراده آزاد است اراده آزاد نیست و هزار آیای دیگه. واقعا کلید مشکل در اینجا نیست و قفل باز نمیشود. و خود مولوی هم اشاره میکنه که در میان جبری و اهل قدر همچنان بحث است تا حشر پدر، در میان اهل اختیار و اهل جبر تا قیامت این بحث جاری است و حلم نخواهد شد. خیلی موضع کانتی هم هست. میدونید که کانت توی اون احکام جدلی و طرفین، اون آنتینومی های خودش، 4 تا مسئله عمده رو مطرح میکنه که عقل قادر به حل اونها نیست. یکیش همین مسئله جبر و اختیاره. میگوید که در طول تاریخ فلسفه هم دلائلی بر علیه جبر داشتیم، هم بر علیه اختیار، هم بر علیه جبر داشتیم، هم بر علیه اختیار، و به مقام تکافع ادله رسیدیم. یعنی دلائل هم زورن هم قوتن، هیچ کدام دیگری رو از میدان بیرون نمی کنن. و میگوید این نشانه این است که اصلا با عقل این مشکل رو نمیشه حل کرد. مولانا دقیقاً 400 سال پیش از کانت دقیقاً همین میگه، همچنان بحث است تا حشر پدر. بعد مطابق باز مرام خودش میگه اصلا خدا این بحث رو انداخته و خودش هم مانع از حلش میشه.
چون که مقضی بود رواج اون روش، میدهدشان از دلائل پرورش. چون بنا بود قضای الهی بر این بود که این بحث رایج و شایع بماند، خودش دلیل یاد اینها میده، یه دلیل یاد جبری میده، دلیل یاد اختیاری میده، این یه چیزی میگه اون جوابشو میده، اون چیزی میگه این جوابشو میده، بعد نهایتاً چی میگه؟ آن که برد بحث را عشق است و بس، کوز گفتگو شود فریاد رس. میگه اون چی که میتونه به طور قاطع و نهایی این گره رو باز کنه، این مشکل رو حل کنه، در فلسفه و در شیوه های فکری و منطقی نیست، بلکه در تجربه های عاشقانه است یا در تجربه های عارفانه است. اونجا چون که این صفحه ضمیر باز میشه و وجود شناسی از نزدیک و به شیوه علم حضوری صورت میگیره، آدم جبر و اختیار رو حقیقتاً اونجاها میفهمه اصلا چیست، یعنی صورت مسئله رو میفهمه، تا بعد حالا تصدیق بکند یا نکند. و بعد باز هم داریم بر وقتش که میگه در اختیار و جبر ایشان دیگر است، یعنی اولیاء الهی و صاحبان تجارب عرفانی، قطره ها اندر صدف ها گوهر است. میگوید که نزد تو جبر و اختیار خیال است به قول تو، چون در ایشان رفت شد نور وصال، اختیار و جبر ایشان دیگر است، قطره ها اندر صدف ها گوهر است. حقیقتا تا کسی خود رو نشناسه و فقط بخواد از طریق بازی های منطقی مشکل رو حل کنه، در گردابی خواهد افتاد که بیرون آمدن از او متصور نیست. این خلاصه این که مولوی وقتی که بحث ترس از خدا رو میگه، بحث جبر و اختیار رو میگه، مسئله گناه رو در میان میآورد و ادب رو در میان میآورد، یک همبافته فوق العاده کامپلکسیست در اینجا، و بعد در این میان ناگهان داوری کردن که ادب یعنی این که شما علی رغم این که حقیقت رو میدانی، اونم در مقابل خداوند باطن بین و دانا به اسرار، به زبان خلاف اون رو بگی، یک سخنی است که باید در محضر این بزرگوار گفت که ای خواجه عالم عرفان، در اینجا مایلیم که راهنمایی بیشتری بکنی و بلکه از زوایای دیگر کلمات ایشون بتونیم حلی برای مطلب بجوییم، بلکه تا کنون نتوانسته. و امیدواریم که این بیادبی در محضر این بزرگوار نباشه. به هر حال از خدا خواهیم توفیق ادب، بیادب محروم ماند از لطف رب. من نمیتونم چیزی که در ضمیرم نیست به زبان بگویم و یک ادب ظاهری دروغینی اظهار کنم. میرسیم به کلمه توفیق. توفیق یعنی وفق دادن، چیزهایی رو در کنار هم نهادن و پیوند زدن و مؤلفه ها رو به یکدیگر گره زدن تا به یک مقصودی نائل آییم. مثلا عموماً تکنولوژی توفیق است، یعنی عناصری رو، اجزایی رو که هر یک به تنهایی کاری نیستن، کنار هم می نشانیم و از اینها یک نتیجه می گیریم. یا قوانینی از طبیعت رو که هر کدوم سر جای خودشونن، ما اینا رو با همدیگه تلفیق می کنیم و بینشون توفیق برقرار می کنیم تا اینکه به نتیجه برسیم. این اسمش توفیقه. وقتی هم که ما میگیم که خدا به شما توفیق بده یا انشالله موفق باشید، یا تعبیر مولانا دعا میکنیم از خدا خواهیم توفیق ادب، یعنی انشالله وسائل رو جور کنه. ممکنه من 5 تا 10 تا علت رو بشناسم و این 5 تا 10 تا علت رو فراهم کنم، اما برای رسیدن به مقصد یه علت 11 و 12 هم لازم باشه که به عقل من نمیرسه و در دسترس من نیست. فعل مثلا شما میرید بازار برای اینکه سودی بکنید، خب خیلی از کارها رو میکنید که هم جلب مشتری بکنید و هم سودی ببرید، ممکنه از یکی دو تا چیز غافل باشید. توفیق یعنی اینکه اون علل هم در میان بیان و مجموعاً شما رو به مقصد برسونن، وفق دادن، هماهنگ کردن، این معنای توفیقه. توفیق عام داریم، توفیق خاص داریم، تو ادبیات فرنگی جنرال کنکورد، یعنی توفیق عام الهی
و یک اسپیشال کنکورد هم داریم که توفیق خاص الهی باشه، مثلا در مورد خاص من یا در مورد کس دیگری میگیم فلانی خیلی موفق بود. و این کلمه توفیق همونیست که در واقع جاگزین بخت شده است. ببینید وقتی که شما میگید که فلانی بختیار است، بخت نیک یار اوست، یعنی موفق است. موفق است یعنی چی؟ یعنی اسباب و علل با هم جور شدن تا او به مقصدش برسه. اسباب و علل چنان جور شدن که خود او هم نمیداند که چگونه جور شدن، ولی او به مقصد رسید. این همونیست که ما باز به زبان فلسفی میگیم قرانهای میمون، یعنی تقارنهایی صورت گرفته، چیزهایی در کنار چیزهای دیگری نشسته که مجموعاً میمون شده، یعنی مبارک، یعنی حسن نتیجه داده است. میتونیم قرانهای نامیمون هم داشته باشیم که ما اسمشو میزنیم بخت بد یا بدبیاری به اصطلاح. میسحب، این کلمه میسحب در فرنگی خب از همون کلمه هپنینگ میاد دیگه. هپنینگ یعنی اتفاق افتادن، هپینس اتفاقا هپینس که و در زبانهای دیگر لاتینی یعنی سیستم لنگویجز درست همینطوری هست، یعنی امر اتفاقی. یعنی اونی که کلمه هپینس رو درست کرده در حقیقت تو معناش و منظورش این بوده که it happens to be happy، از قضا هپینس سراغ ما می آید و همش قابل طراحی و برنامه ریزی نیست. یعنی کسی میتونه هزار شیورم به کار بگیره ولی به مقصد نرسه. لذا یک جور یا سعد و نحس که باز ما در عربی داریم، یا بخت نیک و بخت بد. ما فارسی هم که هپینس و خوشبخت ترجمه میکنیم خیلی ترجمه درستیه، چون تو مفهوم هپی و هپن بخت نهفته است، یعنی چیزهایی که از قضا با هم سازگار شوند، اتفاقا در کنار هم بنشینند و بخت یار ما شود تا ما به مقصد برسیم. این همون معنای توفیق هم هست. پس وقتی که ما میگیم که از خدا خواهیم توفیق ادب، خدا یا چنان کن وسائل رو، چنان جور کن بخت ما رو، چنان یاری کن قرانهای میمون پدید آور که ما به ادب برسیم، یا هر چیز دیگری، هر مقصد و مراد دیگری که داریم. این معنای توفیق در حقیقت. و حالا اینکه از خداوند ما میخوایم که چنین توفیقی رو برقرار بکنه، یک مطلبی است که این دعا چگونه مستجاب میشود، اون سرشت دعا، مکانیزم های استجابت دعا چگونه است که من الان کاری ندارم، ولی مسلما از مولانا اگر بپرسیم به شما میگه اگر شما حس کنید که وقتی همتی در شما پدید آمد برای انجام کاری، بدونید که توفیق داره میاد سراغتون. یعنی بسیاری از اجزا حاصل بوده، یه جزءش حالا یا چند تاش که یکیش همت و اراده قوی، عزم راسخ و شدید برای انجام کار باشه، در شما نبوده. یه وقت اصلا شما احساس میکنید که مثل که شما رو برانگیخته‌اند برای اینکه یه کاری رو تا تمام نشد رها نکنید. این یکی از همون عوامل توفیقه. گاهی هم کسالتی، ملالتی بر آدمی عارض میشه که سستش میکنه و به دنبال کاری نمیره. این علامت بی توفیقیست. ولی همطور که گفتم، ما همیشه از خداوند توفیق کارهای نیک رو میخوایم. ولی این رو بدونید، کارهای بد هم توفیق وجود داره. حالا از خدا نمیخوایم، بالاخره یه کسی یه کار ناروایی میکنه، گفتم مثل یه دزدی که میره و نقشه میکشه برای دزدی، یا یه کسی که میخواد یه جنگی را بندازه یا چی، اینا هم توفیقه. یعنی این که وسائل رو جور میکنه که اینها درست بشه. و باز این رو هم من خدمت شما بگم، در کارهای بد گرچه ما توفیقش رو به خدا نسبت نمیدیم، اما اشکالی هم نداره نسبت بدیم. نه اینکه از روی ادب نسبت نمیدیم، ما بحث ادب نیست اینجا، بحث حقیقت گوییه. یعنی چیزایی که ما فکر میکنیم بده، معنا چی نیست که لزوماً برای خداوندم بد باشه. این یک نکته ایست که خب
بازم باید در وقت خودش بحث کنیم. مولانا هم در اینجا یک سخنان شنیدنی داره کما اینکه متکلمان دیگر، چون بعضی ها فکر میکنن که چیزی که ماها بد میشماریم اصلا خداوند دستشو میکشه عقب. یکی از همین متکلمان مثال زده بود، گفته بود شما در نظر بگیرید طفل نامشروع. خب طفل نامشروع در اثر یک عمل نامشروعی پدید اومده، اما معنیش این نیستش که خداوند میگه چون اینجوری اون بچه رو خفه میکنه، نه، اتفاقا بهش رزق میده، روزی میده، جون میده، توانایی میده، تا آخر عمرش هم این زندگی میکنه. ممکنه از نظر ما آدمیان اینجا یه کار غلطی صورت گرفته، ولی خداوند به اون غلط و درستش کاری نداره، یعنی نظام طبیعی پیش میره. یا نفرین، اگر شما دعا رو یک عامل مؤثری در عالم بدونید، خب نفرین هم یه دعاست، منتها دعاییست بر علیه کسی. هیچ جا گفته نشده است که خداوند قول داده که نفرین ها رو مستجاب نکنه. اگر واقعا کسی نفرینی بکند و بد کسی رو بخواهد و این بد رو از خدا بخواهد، میگه خدایا جونش رو بگیر، خدایا ذلیلش کن فی المثل، واقعا ممکنه این نفرین مؤثر واقع بشه، برای اینکه یه جور دعاست. و وقتی که یک کسی با طلب شدید و با اضطرار این رو میخواد، خب خواهد شد. شما نگید که خدا چرا گوش میده به حرف اون، نه، خداوند ببین شبیه میمونه که یه بدخواهی بیاد و مثلا یک چاقوی تو شکم من فرو کنه، بگیم خدا چرا گذاشت این فرو کنه، خب دیگه همینه دیگه. نفرین کردم همین جوره، مثل یه دشنه ایست که یک کسی در پهلو یک کسی فرو میبرد. و به نظام طبیعت که شما نگاه بکنید، هیچ چیز خلاف نظام طبیعت رخ نداده. و اگر شما دلتون میخواد یک عنصری یا عامل مؤثری به نام دعا در جهان وجود داشته باشه، باید اینو بدونید که دعای منفی، دعای علیه هم داریم، همطور که دعای له داریم. اگر شما میخواد که قوانین طبیعت کار کنه، همطور که دارو داریم، سمم داریم. میتونید دارو بدید کسی بهبود پیدا کنه، میتونید زهر بدید کسی جانش رو از دست بده. اینا با همه دیگه نمیشه گفت اگر شما فقط به نیت خیر به کسی دارو دادید این خوب میشه، اما اگر برای کشتن او به او زهر دادید، یه دفعه زهر فلج میشه و تأثیر نمیگذاره دیگه. از این به حال خواسته های ناروا نباید داشت، باید نظم طبیعت و انضباطش رو خیلی خوب فهمید. لذا این توفیق که ما داریم میگیم، یه جاهایی حتی توفیق از خداوند است، اما نه به معنای اینکه این توفیق لزوما کار بدی است اگر نسبت به خداوند داده بشه، اما وقتی که نسبت به ما داده بشه البته بد است. خب این هم یک نکته. و این مسئله هماهنگی ها در عالم که الان من واردش نمیشم، ولی به شما قول میدم که یه وقتی که آیا، چون مولانا از کسانی است که قائل به علیت در این عالم نیست، و خب قبلا هم خوندیم از مولانا همینجا که از حلیل قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت، از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود، اینا رو خوندیم که یه وقتا اون چیزهایی که ظاهرا علتند ناگهان علیتشون از اونها ستانده می شود. روغن بادامی که برای لینت مزاج داده میشه خشکی میافزاید، یبوست میآورد، و آب آتش را مدد شد همچون نفت، آبی که آتش رو باید خاموش کنه آتش رو فروزانتر میکنه. لذا قائل به علیت طبیعی نیست. علیت الهی چرا خدا نسبت به عالم، ولی در میان پدیده های طبیعی قائل به علیت نیست. و میگه علل اغلب چنین است که آب آتش رو خاموش میکنه، اما هیچ دلیلی نداره که همیشه این چنین باشه. وقتی که اینطوری بود، وقت تو مکتب مولانا کلمه توفیق معنای خیلی غلیظتر و قویتری پیدا میکنه. توفیق یعنی چیزهایی در کنار هم بنشینند که میتوانند نتایج دیگری هم بدهند، اما این بار و به مدد توفیق الهی همان نتیجه مطلوبی رو به بار بیاورن که ما خواستیم و از خدا خواستیم. لذا ببینید توفیق تو یک نظام علیتی یک جوره، اما تو یک نظام غیر علیتی که
مولانا هم پیرو همون نظام است و بلکه مروج و مبلغ اون نظام است، معنای دیگری پیدا میکنه. میرسیم از کلمه توفیق و از ادب که میگذاریم میرسیم به مفهوم فربه سوم، که بی ادب محروم شد از لطف رب. در اینجا دو تا مفهوم با داریم، یکی لطف، یکی رب. من رب رو مینهم برای بعد، چون یک کلمه قرآنی است و در قرآن هم به تفاریق الله و رب و رحمان به منزله نامهای خداوند آمده و در اوائل به بعثت پیامبر اکرم بیشتر رب به کار می رفت و بعدن کلمات رحمان و الله به منزله نامهای خداوند مطرح شد و عارفان ما هم در باب رب سخنان خاصی دارن که شنیدنی است و خود مولانا هم چنین، لذا اون رو بگذاریم برای بعد. وعده های ما هم که خیلی زیاد شد دیگه، گفت که وعده ها آغاز کردیم از شتاب مان بی مخلص درون این کتاب. اما لطف رو میخوام خدمتون چند کلمه در بارش عرض کنم. خب لطف البته باز در زبان عرفی عادی ما مثل ادب، یعنی لطف کردن، یعنی مرحمت کردن، یعنی بزرگواری کردن، یعنی تفضل، یعنی نرمی، یعنی خوشخویی. خب خداوند هم در قرآن لطف رو از اسماء خودش آورده، از الله لطیف به عبادهی، خداوند با بندگان خودش لطف دارد. ما هم که کلمه لطف رو خیلی زیاد به کار میبریم. لطف البته معنای دقیقش نازکی است و نرمی و خردی. غزلی از مولانا رو که چند ماه پیش تفسیر کردم که بگیر دامن لطفش که ناگهان بگریزد، ولی مکش تو چو تیرش که از کمان بگریزد، چه نقش ها که ببازد، چه حیله ها که بسازد، به نقش حاضر باشد زراح جان بگریزد. اونجا من مفصلا توضیح دادم که لطف در اونجا به معنای انعام و به معنای رحمت نیست، به معنای همون لطیف بودن، یعنی نازک و باریک و نازنین و نادیدنی بودن از فرط باریکی و کوچکی. این یه معنای لطفه. و اینکه خداوندم لطیف است در بعضی از روایات آمده است که همون جوره، یعنی توی همه چیز رخنه دارد، انقدر لطیفه، مثل هوا، مثل نور، مثل انرژی به اصطلاح امروزی ها که همه جا رخنه کرده، هیچ چیزی راه رو برو نمی بندد. به این معنا لطیف است خداوند. یه معنای دیگه هم لطیف است، یعنی لطف دارد به بندگانش و انعام و مرحمت. اما یک مفهوم، یعنی معنای دیگری رو متکلمان ما ساختند که نامش رو لطف گذاشتن و اون این است. دو تا شیعیان و معتزله به لطف به معنایی که خواهم گفت باور دارند و اشاعره که همون 90% مسلمان ها باشن که پیرو مکتب کلامی اشعری هستن، اینها به او باور ندارن. اما لطف چیه از نظر متکلمان ما؟ لطف این است، اولا میگن که لطف بر خداوند واجب است و این حرف بسیار بزرگی است. کبرت کلمتا تخرج من افواههم. از همین جا اختلاف شروع میشه. آیا ما میتونیم بگیم یه کاری بر خدا واجبه؟ میشه این رو گفت اساسا یا نه؟ خداوند واجباتی داره، وظائفی داره یا نه هر چه دلش خواست میکنه؟ معتزله، عقل گرایان، اینا معتقد بودن نه، هست یه چیزایی هست که عقل ما حکم میکند که بر خداوند واجب است و اگر نکند خدایی نکرده است. خب این البته فی نفس خیلی موضع‌گیری مهم نیست حقیقتا، و من معتقدم که اگر ما کلام اسلامی را از اینجا شروع میکردیم به خیلی جاهای خوبی میرسیدیم. حالا چه کنیم که چیز دیگری راه رو بر این بست و گفتن در مقابل عظمت و قدرت الهی اسم واجب بودن بر خدا و وظیفه الهی نمیشه بود. بسیار خوب. یکی از چیزهایی که میگفتن بر خداوند واجبه اینی که لطف بر خداوند واجب است. لطف بر خداوند یعنی چی واجب است؟ به این معنا که
معنای لطف این بود که خداوند کاری کند که مؤمنان به طاعت نزدیکتر شوند و از معصیت دورتر شوند، نه اینکه اونها رو مجبور کنه و راه طاعت رو سهلتر کند، سرازیری کند، راه معصیت رو دشوار کند و سربالایی کند. همین، در این حد چیزهایی که مقرب و مبعدن، اونهایی که مقرب الاللهن، اینها رو آماده تر کند برای مهیا کند برای مؤمنین، و اونهایی که ما رو از خدا دور میکنه اونها رو هم به ما نشان بدن. مثلا میگفتن که خدا چرا پیامبر فرستاده؟ خب حالا اگه نمیفرستاد چطور میشد؟ آدمیان تو سر کوله هم بزنن و هر جوری که دلشون میخواد زندگی بکنه، اگر نمیفرستاد چه میشد؟ میگن ها، لطف اقتضا کرده است، بر خداوند لطف واجب است. وقتی که خدا پیامبری رو فرستاد، مردم به طاعات آشناتر میشن، به معاصی هم آشناتر میشن. پیغمبر کسی رو مجبور نمی کنه، لست علیهم به مسیطر. چند جا تو قرآن داریم تو که بر اینا زور نداری، سیطره نداری و مجبورشون نمی کنی نه به طاعت نه به معصیت، اما آشناشون می کنی به طوری که راه رو نشان میدی و باز می کنی. این مقتضای لطف است. معتزله تا اینجا شما گفتن، شیعیان که قبول کردن، اینا اومدن گفتن بنا به مقتضای لطف خداوند امام هم باید معین بکنه، و همون دلیل که واجب است که خداوند پیامبر بفرستد، و همون دلیل واجب است که امام هم نصب و تعیین بکند، که باز امام با ابلاغ خودش و تعلیمات خودش مردم رو به طاعت نزدیکتر کنه و از معصیت دور بکنه. به همین دلایل یه چیزی شبیه ولایت رو، ولایت فقیه و یا ولایت امامان رو هم گفتن، که حکومت اسلامی یا حکومت دینی رو اساساً متکلمان ما در همون قرون اول و دوم، قرون دوم و سوم اینجوری توجیه میکردن، گفتن حکومت دینی مقرب الی الطاعات است و مبعد عن المعاصی است. اگر حکومت دینی باشه مردم به طاعت رغبت بیشتر میکنند و راهشون بازتر است و از معصیت دورتر میشن، و همین دلیل معتقد بود که این حکومت دینی هم واجب است و امام باید زمام حکومت رو به دست داشته باشد و بر خداوند واجب است که نسب پیامبر کند، نسب امام کند. و خب شیعیان وقتی که امام 11 اون طرف رسید، به هر حال گفتن که بالاخره امام وجودش واجبه، یعنی واجب علی الله که امامی رو نصب کنه. حالا این امام اگر امنیت نداره فی المثل، به هر حال باید غیبت کنه تا امنیت فراهم بشه برگرده الی آخر. ببینید لطف معناش اینه، خلاصش نزد متکلمان ما. و شما در کتاب‌های کلامی وقتی که کلمه لطف رو می‌بینید، باید بدانید که چنین چیزی رو منظور دارن. لذا میگیم که از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. یعنی آدمی که بی ادبی می‌کنه، نه تنها مرحمت و انعام الهی رو از خودش دور می‌کنه، بلکه راهی رو که خداوند باز کرده که شما راحت‌تر به سوی طاعت بشتابی و سخت‌تر به معصیت بیفتی، اون در رو هم بر خودت می‌بندی و از لطف الهی محروم می‌مانی. من حقیقتاً نمی‌دانم که مولانا که در مکتب اشعری بوده چقدر به لطف به این معنا اعتقاد داشته، برای اینکه اشاعر واقعاً معتقد بودن که هیچ اشکال نداره که خداوند مردم رو گمراه بگذاره، هیچ طور نمیشه. اشاعر خیلی تجربی مسلک بودن، یعنی نگاه میکردن به عالم خارج، میگفتن اگه میخوای ببینی خدا لطف داره یا نه، نگاه کن به این توده عظیم گمراهان در عالم. خب مسلمان ها معتقدن، غیر مسلمان همه گمراهن دیگه، تمامی 2 میلیارد توی چین، 1.5 میلیارد هم توی هند، از نظر ما همه گمراهان. لطف حق به این معنا که گفتیم شامل حالشون نشد. پس این که لطف بر خدا واجبه یعنی چی؟ پس چرا به این واجبات خودش عمل نکرده؟ بعدش هم خیلی قرص میگفتن که این کفار ولو اینکه تقصیری ندارن خدا میبردشون جهنم، خیلی صراحت، برای اینکه تکلیف فوق طاقت بر خداوند
قبیح نیست، اشکالی نداره، یه کلام عجیب و غریبی ساخته بودن. ولی از اون ور طعنه ها و خورده های مهمی هم میگرفتن بر کسانی که قائل به وجوب اصله و به وجوب لطف بر خداوند بودن. همین که گفتم، من اگر لطف بر خدا واجبه، پس چرا بیشتر کره زمین اینها مشمول الطاف الهی قرار نگرفتن و گمراه باقی موندن و پیغمبر سراغشون نرفته و بیشتر پیغمبرها از همون خطه فلسطین و بیت المقدس و حجاز و اینجاها آمدن، جاهای دیگه ظاهرا خبری نبوده. و اینا رو من فقط به صورت مسئله مطرح میکنم تا اولا شما پیچیدگی های مسئله رو ببینید، ثانیا بزرگان ما ببینید درگیر چه مسائلی بودن، و بعدم بدونید که قصه خداشناسی فلسفی و کلامی اصلا مسئله آسانی نیست. پیچیدگی هایی داره. من خودم البته بیشتر تابع علم کلام تجربی هستم، یعنی هر نسبتی رو به خدا میخواد بدید اول به مخلوقاتش نگاه کنید، ببینید تو عالم خلق چه اتفاقی افتاده. خب نکته مهمی بود، معتزله میگفتن رزق یعنی رزق حلال، اشاعر درست عکس اینو میگفتن، گفتن رزق یعنی همونی که هر کی حلال و بلا رای حرام به دست میاره. برای اینکه در عالم واقع همه رزقها حلال نیست، توجه میکنید، یک کسی ممکنه شراب گیرش بیاد، خب شراب هم میخورن همه، رزقشونه. یک کسی گوشت خوک میخوره، رزقشه، ولو اینکه مسلمان اونها رو جایز نمیدونه. برای اینکه در عالم واقع رزاقیت خداوند این چنین داره خودش رو نشون میده، رزاقیت خداوند این نبوده که به همه رزق حلال برسونه. بسیاری از مردم رزق حلال نمیخونه، حتی مسلمان ها، حالا نامسلمان ها یک کاری نداریم، دزدی هم میکنن، اما رزقشونه. لذا نگاه کردن به اون چی که در عالم واقع و متن واقع رخ میده خیلی از این خیال بافی های کلامی رو از ما دور خواهد داشت. یکیش همین مسئله وجوب اصله بر خداوند است، این که ما بنشینیم و پیش خودمون فکر کنیم که اگر ما گفتیم فلان چیز بر خدا واجبه، پس لابد واجبه. اما در بونش البته یک چیز خیلی خوبی هست، و اون اینکه عقل ما حق داره درباره خداوند حکم بکنه. اینکه کجا حق داره و نداره یک بحث، مصداقاً یک امره، اما اصل این معنا که ما به عقل خودمون این حق رو و این دلیری رو ببخشیم که هم در باب مخلوقات خداوند و هم در باب رفتار و افعال الهی داوری بکنه، این یک مطلب دیگری است، مطلب بسیار فرخنده است، باید قدرش رو دانست، ولی البته به اندازه خودش هم اون رو به کار برد. خیلی خوب، به پایان سخن میرسیم. از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. و السلام علیکم و رحمت الله. خدا رو تعریف کنیم، حتی یکم به تفصیل تر از اون چیزی که قبلا گفته که بیرون نیست درونه. خدا رو تعریف کنم؟ چجوری خدا رو تعریف کنم؟ ببینید، وقتی موسی به خدا گفت که تو کیستی، وقتی با او سخن گفت، چنان که در تورات آمد، گفت تو کیستی من برم و به مردم خودم چی بگم، بگم کی با من سخن گفت. اینن این تعبیرات در تورات هست، آی ام هو آی ام، من آنم که آنم، من همانم که هستم. هیچ صفتی برای خودش نگفت، و این خیلی مهمه. یعنی این معناش اینه که تعریفی نداره، چون همین که شما صفتی گفتید وارد تعریف شدید. خداوند گفتم پیور بینگ، به قول فلاسفه، من آنم که آنم، همانم که هستم، نه اینکه من آنم که چنینم به اصطلاح، یعنی یک دو سه صفات و اوصافی بیان بشه، نه، من همینم که هستم. ما نمیتونیم این رو بگیم، برای اینکه ما پیور بینگ نیستیم، ما وجود صرف خالص نیستیم. حالا به قول حکما با عدم آمیخته ایم یا با محدودیت آمیخته ایم، هر چه بگید، و این محدودیت ها برای ما اوصاف پدید آورده. یعنی مثلا ما جسمانی هستیم، چون همه چیز نیستیم، ما یک نوع از وجودیم، لذا اون نوع دیگر نیستیم. ما جسمانی هستیم، ما مادی هستیم، ما محدودیت هایی داریم، عقلمون، بدنمون، هوشمون، نمیدونم، حواسمون، غرایزمون، همه چیمون.
پس در مورد هر موجودی میشه گفت چیست، ولی چیستی که همان تعریف باشه، که بیان اوصاف چیزی باشه در اون مرتبه عالی و واقع و مقام ثبوت، برای خداوند نمیتوان بیان کرد. لذا خدا چیست نباید گفت، خدا کیست هم نباید گفت، برای اینکه خدا کس نیست به اون معنا که ما کس هستیم. منتها ببینید این حرف رو دو وقت میتوان زد، یکی پس از اینکه آدم پله های نردبان رو طی کرده، یعنی این کیستی ها و چیستی ها رو یکی پس از دیگری آزموده و بالا رفته، اون موقع وقتی که بگه نمیشه گفت چیست، نمیشه گفت کیست، خیلی معنی داره براش، برای اینکه ابتدا حجاب ها رو دیده و اینا رو هی دریده و کنار زده. اما اول قدم وقتی به آدم بگن که نه کیستی داره نه چیستی داره نه هیچی داره، میگیم پس چی شد؟ مثلا ما رو کجا میخوای ببری و این چه جور چیزیست؟ واقعش این است که این جواب آخریش اینه، همینی که من خدمت شما دادم. اما جوابای ساده ترش خب همین است که اوصاف الهی رو شما باید ببینید دیگه. خداوند همون ذاتی است که سمیع است، بصیر است، رحیم است، عالم است، مالک است، چه هست چه هست. اینا رو که کنار هم بگذارید که نهایت هم نداره این اوصاف. حالا گفتن که 100 تاست، 1000 تاست و هر چه، ولی اینا که نهایت نداره. خب از این طریق هم بله میشه خداشناسی کرد دیگه و او رو بهتر شناخت. این اوصاف هم تماما خدا رو شخصیتمند میکنه، یعنی من فکر میکنم شاید اصلا ذهن رو به خطا میبره، من که دچار همچین خطایی شدم، یعنی فکر میکنم که اصلا انسانوار میکنه خدا رو. بعد خب همین به همین دلیل میگم که از اینجا بعد شروع کردم و نباید در اینجا ماند. توجه فرمودین؟ خب نه، یه راهنما شما باید داشته باشین که به شما بگه، دست شما رو بگیره بگه از اینجا میریم اما اینجا وای نمیسیم. اگه اینجا شما خواهد بایستید وقت بله خطا میشه. این مقام نیست، به اصطلاح پله، یعنی فقط معبره برای عبوره. از این معبر عبور میکنیم، خیلی البته وسط این معبر میستند و خیلی ها این چنینند. برای اینکه خب خداشناسی به معنای خیلی عمیقش کار آسانی نیست و تماما هم ذهنی نیست، البته مقدار زیادش ارتباط وجودی است که آدم با خدا بگیره و اون تجلی است که خداوند بر آدمی بکند، که اونم منوط به یک رشته خب زحمات اولیه است. به تعبیری که خود مولانا داره میگوید که کشف این گر عقل کار افزا شدی، در همون ابیاتی که پای میاره میگه که بله اون یکی اینی که نه که عقلش کشف کرد، کشف او موقوف شد بر مرگ مرد. میگه وحدت الهی رو و فهم ذات الهی چیزی نیست که عقل کشفش کنه، کشفش موقوف بر مردن آدمی است. نه اینکه وقتی مرد پس از مردن، نه، مرگ اختیاری، این آدمی چنان قهر نفس بکنه و چنان چیزهایی رو، زنگارهایی رو از خودش بزداید، اون موقع جا برای خدا باز میشه. این خدا نماها و بت‌ها و اینا رو دور بریزه و این بت‌خانه رو کاملا بپیراید و جارو بکند، جا برای خدا باز میشه. خب اون البته یه پروسه طولانی است، ممکن هم از یه وقتی نصیب کسی بشود، همینطوری به قول مولانا چاه نکنده بجوشد از زمین، چاه نکنده آب بجوشه. ولی در غیر این صورت دیگه آدمیست و معلم است و راهنما و قدم قدم پیشتر رفتن و دائما هم باید هی صورتها رو کنار بزنه، هی حجابها رو پاره بکنه. یعنی اینطوریه، یه کسی رو میخواد که به آدمی اینو بیاموزانه و بگوید که داریم قدم برمیداریم به سوی یک جای. گفت من به جای میروم کانجا قدم نامحرم است. داریم قدم برمیداریم تا به جای برسیم که اونجا دیگه قدم نمیشه گذاشت، یک همچه چیزی. و موتور محرکش هم طلب است، یعنی همینطور آدم باید بخواد و به قول مولانا بر هر آنچه یافتی به لحم ایست، هر چی که یافتی اونجا نیست، توقف مکن.
گفت هرچه در این پرده نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. اون رو اگه قانع نشدی و نگرفتی و همونجا ننشستی و حرکت رو ادامه دادی، هی به بهتر و بهتره از اون میرسی. این چیزاییست که این بزرگان یاد ما دادن دیگه، ما هم خدمت شما میدیم. بله بفرمایید. فهمی که مسئله دیدیم الا ما تشاؤون الا ما یشاء الله ولا تشاؤون الا ما یشاء الله. بله اگه به این ترتیب باشه این رو معیشت الله برخواست، یعنی برخواست ما تعلق میگیره ولی بر شریعت ما تعلق نمیگیره، یعنی تکلیفی که میکنه من راستش یکم گیج شدم که فرمودین که رزق چیزایی که تکلیف داریم توی شریعت، مثلا همون که گفتیم خوک اگه اینو باشه، این بر تکلیف ماست توی شریعت. یعنی اگه بخوایم از اون جنبه مطرح رو کنیم که بله ما رو دور اعتقادات ما و کلن این که هدایت یا ضلالت ما رو مثل دو سوی قرار دادن دو تا در گذاشتن در یک مسجده که ما به هر حال هر دوش رو او گذاشته که ما از این در برویم یا از اون در برویم، ولی این شامل شریعت ما که نمیشه، یعنی تکلیف ما رو ما نمیتونیم جز اختیار بگذاریم. حالا من سوال شما حقیقتا خیلی درست متوجه نشدم. ببینید بحثت اصلا شریعت نبود. شریعت که خب همون است که هست و تکالیف آدمیان است و کسانی که پابند به یک شریعتی هستند لابد دلایلی دارند که پابندن و به وظایفشون عمل میکنن. گفتن که شراب نخورید، خب نمیخورند، یا فلان چیز حلال اون رو میگیرن و عمل میکنن و غیره. من صحبتم این بود که مسئله رزق الهی رو من مطرح کردم. رزق بحث شریعت نیست، بحث فقه نیست. ببینید یه فعل الهی است. درست مثل اینکه مثلا ما بگیم که خدا جان مردم رو میگیره، خب بله، یا خدا جان میبخشه، بله جان میبخشه. یکیش هم رزقه، خداوند رزاق، رزق میده. صحبت سر این بود که آیا رزق فقط به رزق حلال اطلاق میشه؟ خداوند آیا چون رزاقه به همه رزق حلال میرسونه؟ گفتم نه. اشاعره ما میگفتن نگاه کنید مردم رو، نگاه کنید همه چیزایی که میخورن حلال نیست، چه اونایی که نامسلمونن که قصه خیلی روشنه اصلا به این احکام شریعت عمل نمی کنن، و چه اونایی هم که مسلمانن و مکلفن که عمل کنن ولی اونا هم عمل نمی کنن خیلی هاشون، یعنی خیلی هم مبالات رزق حلال ندارن. بای دوی اینجا تو پرانتز من اینم اشاره بکنم، در روایات شرعی داریم که 9/10 عبادت طلب رزق حلال است، یعنی 90% کسانی که دنبال عبادت هستن و طاعت خدا از اینکه دنبال بیزنس حلال برن هیچ وقت ناراحت نباشن، یعنی فکر نکنن نماز چیز عبادت هی روزه گرفتن است و مثلا حج رفتن و ابدا. طلب رزق حلال عبادت خیلی بزرگی است. باری میخواستم بگم که اون بحث اصلا سر رزق نه بر شریعت، این است که خداوند که رزق به مردم میرساند آیا تضمین داده و گفته که چون من رزاقم پس همه دنبال رزق حلال میرن؟ نه اینطوری نیست، خیلی دنبال رزق ناحلال میرن ولی رزقشونه در این حال، و رزاقیت الهی هم عامه، یعنی به همه میرسانه. این درست میده شبیه چی میمونه؟ شبیه میمونه که مثلا شما بگید که مثلا یه حیوانی که حیوان دیگر رو میدره، خب ما دلمون میسوزه، توجه میکنید فیلماش هم الان خیلی فراوانه، پاره پاره میکنه، یه مثلا چه میدونم خرگوشی داره به بچه شیر میده، یه دفعه یه گرگی میاد و این هر دوتا رو پاره پاره میکنه، ما دلمون میسوزه، دلمون هم میخواد هرگز اینطوری نشه، ولی اون رزق اینه به اصطلاح اگر از زبان شرع بخوایم سخن بگیم، و خداوند درندگان رو همینجوری رزق میده. یه روزی هم ممکنه خدا نکنه انسانی رو بدره که میدرن، بازم رزقشه. ببینید این رفتار خدا مشمول احکام شریعت قرار نمیگیره، این فقط مطلب اینه، یعنی اون حلال و حرام که به ما گفته برای خودش حلال و حرام نیست،
اون چیزی که به ما حرام کرده بر خودش حرام نیست. حالا شما نگید چرا این کار کرده، خب خداست دیگه، میکنه دیگه. و لذا خود خداوند اینکه بر من حرام است که شراب بفروشم، ولی خداوند هم شراب رو خلق کرده، هم میفروشه، هم میده، هم مینوشانه، هم اینجور چیزا دیگه. بر او حرام نیست. خداوند مشمول احکام فقهی قرار نمیگیره. خیلی هم مهمه بابا، الا این فقهای ما خداوند رو به سیخ میکشیدن. نه این نمی، اصلا فراتر از این حرف هاست. بله، و الا یک ولایت فقیهی درست میشد که بر خدا هم حکمرانی نمیده. چی رو؟ فرزنده نامشروع که مطرح کردین، عمل زنا، عمل ازدواج هم هست. خب یعنی خیلی، یعنی همین، یعنی نیک و بد نداره. بله، عمل ازدواج و عمل نکاح اتباعی همون حرفیست که افرادی که در باب اخلاقیات میگن اعتباریه، میگن همون عمله. یه قومی اینو روا میدونن، یه قومی ناروا میدونن. یا مثلا یه لقمه مثلا حرام، فرض کنید که از راه دزدی یه لقمه رو کسب کرده، این همون لقمه است. فرض کنید یه لقمه مثلا یه کبابه، این که تو ماهیت اون که چیز عوض نمیشه. یه کسی بری سیبی به دزده، یه چیز میگن یه کسی هندوانه دزدیده بود داشت میخورده که بهش گفت این حرامه، گفت من به هر حال حرامش کنید من برای خونکیش میخورم. حالا ببینید هندوانه واقعا خونکه، یعنی شما اگر مثلا شما که نه، کسی بری هندوانه برداره و به دزد بخوره همون خاصیتو داره. توی قانون این روا و ناروا و حلال و حرام درش میاد. فرض کنید هندوانه خدا آفریده خیلی تلخ یا خیلی بیمزه، خب اگر یه کاسبی یه جنس بدی به شما بفروشه شما ازش ناراحت میشید، ولی خدا از این جنسای بد هم تولید کرده و به ماها فروخته دیگه. حالا داستان مفصله دیگه، من فقط خواستم اینجا اشاره کنم که اصلا خدا رو قیاس با آدمی نباید کرد به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. در خداشناسی یکی از عقبه ها، گردنه هایی که ما باید ازش عبور کنیم که صعب العبور هم هست، همین قیاس با انسان است، با انسان است. و بالاتر از او احکام آدمیان رو بر خدا جاری دانستن، احکام شریعت الهی رو بر خودش جاری دانستن، همه اینها انحراف است و ما رو میندازه در یه بیغوله هایی که راه نجات نداره. بفرمایید. داستانی که مولانا که مثنوی میگه مطرب آواز این پیش تو که مستر حجاب پرده اسرار الست، و آخرش که میگه در نوا آرم به نفین ساز را، چون به میری مردیت راز را. این منظورش با هر دوتا میخوره، البته مرگ اجباری هم عارفان قائل به موت اختیاری هم دیگه. موت اختیاری یعنی همین اسرار بر اونها در همین حیات کشف بشه، که خب چه بهتر، اگرم نشد بل اجبار بالاخره چشم آدمی باز میشه. بله، به هر دوتا اطلاق میشه، باز میشه، بالاخره باز میشه. بله اتفاقا آخرش باز میشه و مطلب همینه، یعنی آدمیان تا ابد چشم بسته باقی نمیمانن. اما موزلاتی وجود داره در اینجا که اگر چشم باز شد بازم تو جهنم میمونن، یا بیان بیرون تو بهشت میرن، یا اصلا بهشت و جهنم همون باز و بسته بودن چشم است. اینا هم جز سوالاتی است که بزرگان مطرح کردن، در جای خودش باید بحث بشه. خب خیلی ممنون از یکایک عزیزان، به خدا میسپارم همگان.